سلام به شما دوستان عزیز، همراهان، همزبانان و هموطنانی که بیننده این برنامه هستید. من فریدا صبا هستم و برنامه دهکده جهانی رو به شما تقدیم میکنم. در برنامه امروز، در آسمان گروه گله های ابر زهر کناره می رسد، به هر کرانه می دود، به روی جلگه ها غبار می شود. در این بهار آه چه یادها، چه حرف های ناتمام. دل پر آرزو چه شاخ پر شکوفه باردار می شود. ادبیات ایران بعد از انقلاب مثل که شعر نوش یا منتفی شد در داخل ایران یا به نوعی خیلی رفته زیر و دیده نمیشه. خب همونطور که دیدیم در آغاز سال نو، متاسفانه برای بسیاری از هموطنان عزیز ما در ایران در نقاط مختلف کشور حوادث ناگواری روی داد. به صحنه‌هایی از این حادثه نگاه می‌کنیم و پس از آن به گفتگوی این هفته می‌پردازیم. یا علی، یا علی، متاسفانه از روزهای نخستین فروردین و سال نو، جاری شدن سیل در استانهای مختلف ایران هزاران خانه را ویران کرد و کودکان و خانواده‌های بسیاری را بی خانمان نمود و صدها کشته و مجروح به جای گذاشت. در حال حاضر ریزش باران‌های شدید و خطر سیل بیش از 25 استان از استان‌های ایران را تهدید می‌کند. مهمان امروز برنامه من آقای دکتر سیروس مشکی، نویسنده، ادیب و وکیل دعاوی هستن که اجازه بدید به ایشون خوش آمد بگم و همینطور بهار رو بهشون تبریک بگم. بسیار خوش آمدید. خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. سال نو رو به شما و بینندگان گرامی میتونم تبریک بگم. خواهش میکنم. البته الان ما در اواخر ماه فروردین هستیم، ولی خب در بهار میشه همیشه راجع به نوروز و عید و شعر و گل و بلبل صحبت کرد. البته من یه عذری بیارم برای اینکه دیدن روی شما همیشه عیده برای ما. خواهش میکنم، شما لطف دارید و همیشه با لغات زیبایی که در آستین دارید همیشه بنده رو شرمنده میکنید. خواهش میکنم. خب میگوید که سین هفتم سیب سرخی است، دریغا که مرا از این سفره سنت نصیبی نیست. واقعا نصیب سفره مردم در نوروز چه بوده دکتر مشکی؟ دیدیم که بلایای آسمانی، سیل در نقاط مختلف ایران واقعا مردم رو از نوروز و جشن گرفتن به دور کرد، ولی خب امید همیشه راهگشاست و باید در هر شرایطی آدم امید رو داشته باشه. فکر میکنید که نصیب سفره مردم چه خواهد؟ بله، همینطور که فرمودید، متاسفانه این ماجرای سیلابی که امسال راه افتاده و واقعا ملتی رو داغدار کرده و گرفتار کرده، چون اینطور که من شنیدم حتی آمار واقعی تلفات شاید بیش از 10 برابر یا خیلی بیشتر از اون چیزی باشه که خود دولت اعلام کرده. و متاسفانه همزمانی این با نوروز هم یک فاجعه دیگری آفریده. اما شعری داره فروغ فرخزاد، میگه سهم من گردش حزن‌آلودی در باغ خاطره هاست. و واقعا نگه داشتن نوروز با همه این دل خونی که مردم دارند و این گرفتاری هایی که به بار آمده، همون گردش حزن‌آلود در باغ خاطره است. یعنی این خاطره نوروز رو ما نگه میداریم برای اینکه در طول هزاران سال، چون میدونید نوروز الان ما صحبت تاریخ ما 1398 و اینها هیچ ربطی به ایران و ایرانی نداره. تاریخ ما بیش از هزاران سال. بله، در یک سفرنامه‌ای که یکی از جهانگردان
قدیم نوشته بود در 1000 خورده قبل از مسیح بله. گفته بود امسال من خیلی خوشحالم که در ایران و در بین ایرانی‌ها هستم، برای اینکه هزاره نوروز رو دارن میگیرن بله. و تازه میگن هنوز معلوم نبود اون هزاره اول باشه، برای اینکه هزاره به هزاره ما میگرفتیم. بنابراین صحبت 4-5 هزار سال ما داریم میکنیم اینجا، لذا بحث 1398 اینا واقعا نیست، هیچ ربطی هم به نوروز نداره. اما اونچه که مهمه اینه که در طول این هزاران سال که مردم ایران علی رغم همه مشکلات، حملاتی که شده، هجماتی که شده، قتل و غارت هایی که شده، بدبختی هایی که ارضی و سماوی و طبیعی همه جور داشتن، این رو نگه داشتن. علتش شاید یه مقدار هم برمیگرده به اون غرور و هویت ملی ایرانی که نامیراست، و دوم به نظر من اون چیزی که فرنگی‌ها بهش میگن نرمالسی، یعنی شما در مواقع بحران و فاجعه دلتون میخواد یه حالت نرمال یا معمولی رو دوباره تجربه کنید، اون به شما یه آرامشی میده. همچنان که مثلا شما میدونید در فرانسه وقتی میرفتن همین پارسال و پیرسال و اینا، در یه دفعه در خیابونی مردم رو به گله میبستن که تو رستوران ها بودن بله. یا تو کار مردم فردا دوباره میرفتن تو همون کافه ها، برای اینکه میخواستن اون حالت نرمالسی یا طبیعی بودن زندگی بهشون آرامش میداد. و یه نوع مقاومته، و یه نوع دقیقا مقاومته. مقاومته ببینید الان تو ایران با این بگیر و ببند و مسئله که در رابطه با حجاب خانم ها انجام شده، میبینید که درست بکلش کرده، یعنی یه نوع مقاومت فرهنگی برش پیش اومده. کاملا درسته. بعد الان واقعا به شجاعت این خانم هایی که الان با وجود این سبوعیت و قساوتی که این مامورین نشون میدن، که واقعا هم شرم‌آوره، من به عنوان یه مرد ایرانی شرمندم که برادران ما، برادران ایرانی ما به خواهرانشون چنین حرکاتی رو، ولی به هر حال خوشبختانه بانوان ایرانی سربلند بیرون آمدن از این آزمایش تلخ و سهمگین تاریخی 40 سال اخیر. و خب الان گروه های دیگری مثل پزشکان که مثلا کراوات، وقتی در جامعه کراوات زدن یعنی مقاومت و مبارزه سیاسی، شما چقدر وضع اونجا بوده باید خراب بشه. من موکلی داشتم اینجا که تقاضای پناهندگی کرده بود، دلیل پناهندگی هم واقعا نداشت، دلایلش این بود که 3 مورد ایشون درگیری پیدا کرده بود با گروه های بسیج و اینها. 1 مورد آدامس میجاییده تو خیابون، آقای بسیجی خوشش نیومده، گرفته که چرا آدامس میجایی. 1 مورد لباس رنگی گلدار پوشته بوده، گرفته جوون که نباید، مرد که نباید لباس رو. 1 بارم مثلا موزیک بلند بوده توی ماشینش که گرفته بودن، چون میدونید در مملکتی که قانون حاکمیت نداشته باشه، امیال و سلیقه های شخصی آدمایی که سر کارن میاد وسط، یعنی فرماندار فلان جا یا رئیس پلیس فلان جا یا امام جمعه فلان جا چون از این صدا خوشش نمیاد یا از این قیافه خوشش نمیاد میتونه حکم بده و اجرا بکنه، اینا قانونی در کار نیست، سلیقه های شخصی معمول و چه سلیقه های بدی، عقده ها، سلیقه هایی که از روی عقده ها و کمبود های و فشار های روانی سرچشمه گرفته. حالا وقتی که من بردم اینو، خب گفت که من رفتم پیش چند تا وکیل دیگه، همه رد کردن، گفتن تو دلیل نداره، راست رو آدامس و موزیک و اینا که خب می‌خوای نکنی. وقتی من براش تحلیل کردم اونطوری که من می‌دیدم اینا، گفتم نه، تو داشتی مبارزه می‌کردی، برای اینکه اونا می‌گفتن آدامس نجا تو می‌جویدی، می‌گفتن لباس رنگی نپوش می‌پوشیدی، نه موزیک تو بلند نکن می‌کردی، برای اینکه راه دیگه نداشتی. این یه فریادی بود که اینطوری هر چی شما بگید نکن، من ضد اون میکنم، برای اینکه جز این راه دیگه ندارم. این نماد مقاومت، سمبل مقاومت. و وقتی ما به این ترتیب عرضه کردیم، گرفت پرونده‌شو، خیلی راحت برای خود برام جالب بود. جالبه. و خب بیشتر ایرانی ها مقاومت فرهنگی انجام میدن و مقاومت رو در رو و مبارزه معمولا نکردن. وقتی هم که فشار میاد معمولا شکوفایی ایجاد میشه. حمله عرب، ببینید چه جوری ادبیات ما شکوفا شده، خط کوفی. من تایید میکنم فرمایشتون رو، برای اینکه اصولا به قول اگر اشتباه نکنم فرویده که میگه ادبیات و در واقع هنرهای بشر به قیمت محرومیت‌های بشر ایجاد شده، یعنی تا اگر همیشه بشر در رفاه بود و اینا به سمت ادب و هنر هم نمی‌رفت، چون اینا یه مقدار پالایش و تسعیده که انسان لازم داره.
بنابراین این گونه فشارها همواره هر چقدر تلخه، هر چقدر طولانیه، هر چقدر زجرآوره، ولی معمولا نتایج خوب به بار میاره. و من اعتقاد دارم که ملت ایران به خاطر اینکه این چیزها رو گذرونده، از قدیم گفتن، میدونید ابن یمین یک سروده‌ای داره در زمان مغول‌ها، حمله مغول‌ها گفته بود که هم مرگ بر جهان شما نیز بگذرد، هم رونق زمان شما نیز بگذرد، آب اجل که هست گلوگیر خاص و عام، بر حلق و بر دهان شما نیز بگذرد. این نوبت از کسان به شما ناکسان رسید، نوبت ز ناکسان شما نیز بگذرد، بر تیر جورتان ز تحمل سپر کنیم تا سختی سنان شما نیز بگذرد. در مملکت که قرش شیران گذشت و رفت، این اوعوی سگان شما نیز بگذرد. خب این دوران رو گذروندن ملت ایران، ملت ایران ملتی است که بسیار دیروز پیدا نشده، هزاران سال همه این گونه فشارها رو دیده و سربلند بیرون آمده و اتفاقا به قول معروف میگن هر فشاری که نتونه من از بین ببره منو قوی تر میکنه. بله. و بنابراین مثل فنریست ملت ایران که هرچی به او فشار بیاد جهش بعدیش بیشتر خواهد شد. بله، و از این بدترها دیده، مغول رو دیده، عرب رو دیده و پایدار مونده و به خصوص با ادبیات، یعنی با شعر و هنر خودش رو نگه داشته. پناهگاه ایرانی ها بوده در واقع. بله. حتی موقعی که اعراب آمدن و بیشتر هنرها رو ممنوع کرد، مجسمه سازی ممنوع، نقاشی ممنوع، نمیدونم رقص ممنوع، موزیک ممنوع، ملت ایران همه اینا رو ریخت در شعرش و نگه داشت. شما آثار مولانا رو نگاه بکنید، بعضی از اشعارش اصلا کلمه نداره، قوق و قاقاق، هی هی ها ها، موزیک آورده، فقط موزیک، برای اینکه چاره دیگه نداشتن. بله. خب پس اجازه بدید باز هم به امید و روشنایی فکر کنیم و برگردیم کمی راجع به اشعار خوبی که شما همیشه برای دوستداران خودتون میگویید و اجرا میکنید، از اشعاری که شما انتخاب کردین بشنویم. خب آخه الان اشکال ما این است که هم در فصل بهاریم، ولی خب در فصل بهاری که سیلاب و گرفتاری داریم و نمیتونیم خیلی شعرهای بهاری بخونیم، نه شعرهای گرفتاری بخونیم، نمیدونم، ولی خب همه امید و نیاز دارن، نمیتونیم که شما همش به سیاهی یا سیل یا مصائب آسمانی و زمینی فکر کنید. و من فکر میکنم که بهار رو در هر صورتی میشه اسم استقبالش رفت و راجبه شعر گفت و صحبت کرد. بله، نیش و نوش همه با هم هست. اجازه بدید به امید و روشنایی فکر کنیم و در برنامه امروز همونطور که قبلا با هم صحبت کرده بودیم خواهش کردم که شما چند شعر رو که دارید به دوستان ما هدیه کنید. اما قبل از اون دلم میخواست که شما بگویید که به نظر شما ادبیات بعد از انقلاب به کجا رفته؟ آیا اونطور که خانم سیمین بهبهانی میگفتن ادبیات قبرستانه؟ چجوری این ادبیات و اشعار بعد از انقلاب رو شما بررسی میکنید؟ ببینید به نظر من، البته من، شما لطف کردید عنوان ادیب برای من به کار بردید، ولی من ادبیات در واقع نه تخصصی دارم نه ادعایی دارم، شوق منه. بله. ولی اون چیزی که من میبینم، نظری که من دارم در سیر ادبیات ایران قبل از انقلاب 1357، ما بحث شعر کلاسیک و شعر نو رو داشتیم، گروهی پیدا شده بودن در شعر مدرن یا شعر نو یا شعر نیمایی هم 5 سبک مختلف پیدا شده بود که خب خیلی ها پیروان راستین به اصطلاح نیما بودن، خیلی ها پیروان مکتب سخن بودن، خیلی ها شعر آزاد و رها و حجم و اینها می گفتن، ولی گروهی پیدا شدن مثلا مثل آقای نادر نادرپور، فریدون مشیری، سهراب سپهری، احمد شاملو، فروغ فرخزاد، که اینا یک نسل سالم خوندار نبازی از شعر رو، شعر نو رو مطرح کردن و عرضه کردن و داشت شعر ایران به یک مسیر مشخصی میرفت. همزمان حتی شعر نو ایران هم به 2 گروه تقسیم شده بود، شعر متعهد و شعر غیر متعهد، و خیلی ها به دلیل نفوذ افکار چپ
در بین روشنفکران معتقد بودن که شعری که از درد و مرض و نمیدونم انقلاب و این چیزها حرف نزنه به درد ما نمیخوره، ما باید شعری بگیم که متعهد باشه به انقلاب و به یه اتفاقاتی که قراره در یه جامعه عجیب غریبی بیفته. و بنابراین یک عده از شعرا رو ترد میکردن برای اینکه میگفتن شما راجع به گل و بلبل و عشق و اینا دارین صحبت میکنین، متعهد نیست شعرتون، شعر باید حتما متعهد باشه. در مقابل اون گروه هم میگفتن نه، شعر متعهد شعری است که تاریخ داره، تاریخ مصرف داره، بعد وقتی این اتفاق بگذره تموم میشه دیگه، ماندنی نیست، شعر باید جوهر به خاطر جوهر شعریش طوری باشه که بمانه در همه زمانها، یعنی گذر زمان اون رو از بین نبره یا منتفیش نکنه. حالا در بعد از انقلاب، البته من تقریبا بیشتر سالهای بعد از انقلاب رو دور از وطن بودم متاسفانه، ولی بنابراین خیلی آگاهی از نزدیک ندارم، ولی اون چه که میبینم و میشنم و تا حدود کمی میخونم، ادبیات ایران بعد از انقلاب مثل که شعر نوش یا منتفی شد در داخل ایران یا به نوعی خیلی رفته زیر و دیده نمیشه. اما شعرهایی که پیدا شدن بعد از انقلاب، یک عده شعرهای همون گفته خانم سیمین بهبانی عزیز شعر گورستانی یا قبرستانی میگن که اصلا چون به دلیل اینکه به تعهدات خاصی و به یه ایدئولوژی خاصی وابستن و مبلغ یه افکار خاصی هستن یا به یه دلایل خاصی علاقه دارن این کارا رو بکنن، اونا به نظر من ارزش ادبی نداره. اما یک گروهی پیدا شدن در سالهای اخیر به ویژه که شعر مقاومت رو و به صورت کلاسیکش پرچمی بالا گرفتن. این آقایی به نام هالو، آقای دکتر بادکوبه‌ای، خانوم هیلا صدیقی و چند نفر دیگه که حالا اسمشون به خاطرم خواهد آمد، اینها کارهایی که دارن میکنن یکی بعد از دیگری درخشان، به دلیل اینکه شعر مقاومته و در این حال جالب برای من اینه که از قوالب کلاسیک دارن استفاده میکنن به جنگ این عقبگرایی و عقبماندگی و پسگرایی حاکم بر جامعه رفتن، و به نظر من این خیلی جای شگفتی داره و در این حال جای خوشحالی، برای اینکه من اشعاری رو که میبینم از این دوستانی که نام بردم و یکی دوتا دیگه الان اسمشون خاطرم نیست، آقای بیدل، فوق‌العاده است اینا، یعنی کارهایی است که در واقع تاریخ رو در ادبیات دارن زنده نگه میکنن، یا اینکه سیاست رو، یعنی بیشتر شعر سیاسی هست چون مسائلی که براشون پیش اومده به صورت نظم در میارن. و خانم بهبهانی میگفتن که شعر اینقدر ظریفه و شکننده است که نمیتونه بار لغات سیاسی رو بکشه، پاره میشه، و ایشون اینو شعر البته نمیدونستن و به قول معروف چنان قحط سالی شدن در دمشق که یاران فراموش کردن عشق. شاید این به این علت هستش که، یعنی شرایط الان طوری هستش که کسی که میتونه شعرهای عاشقانه یا شعرهای لطیفتری رو بگه تحت تأثیر شرایط زمانه نمیتونه واقعا جوهر شعر ازش بیرون بیاد، مجبور مسائل سیاسی رو بکشه. نه، من معتقدم همونطور که عرض کردم شعرهایی که تاریخ داره در واقع در گذر زمان از بین خواهد رفت، بنابراین فقط یک ارزش موقتی زمانی داره، ولی اینها شعر نیست به دلیل اینکه بیشتر هم تو کس کردم در قالب کلاسیک نظمه، ولی از این نظم و از این قواعد استفاده شده برای مبارزه و برای فریاد، اینها فریاده. و اتفاقا در دوره‌ای که شما در جبهه جنگ هستید و پیرامونتون همه سربازهایی هستن که تیر خوردن و افتادن و خونین و مالینن و در حال مرگن، سخن از گل سنبول و لاله کردن و اینها شاید جا نداشته باشه. در اونجاست که شما باید فریاد بزنید. و اتفاقا من میگم که ارزش ادبی این اشعار ممکنه خیلی کم باشه، خیلی ناظر باشه، ولی ارزش تاریخیش زیاده. برای اینکه در دوره‌ای که شعری، اگر اشتباه نکنم آقای اصغر واقدی شعری داره میگه، البته مال قبل از انقلابه، ولی میگه به ما اجازه ندادن شعر عاشقانه بگوییم. خب در یه زمانی شما واقعا اجازه ندارید شعر عاشقانه بگید، برای اینکه اینقدر مسائل مهمتر یا مسائل خطیرتر هست که
الان وقت اون کار نیست، اگرم بگید به دلی نمیچسبه. این نکته بود که در مورد این کسایی که الان در داخل ایران و در متن اون نظام هستن و دارن این فریادها رو میزنن به نظر من قابل توجهه. چون هنوز به هر حال در فصل بهار هستیم، یک سروده‌ای داره شاعر ناکام ایرانی، باید بگم آقای سیاوش کسرایی، میدونید یکی از قوی ترین قریحه های شاعرانه رو داشت، یکی از بزرگترین و درخشانترین پیروان مکتب شعر نوین ایران هست، ولی متاسفانه به دلیل اعتقادات سیاسی که پیدا کرد و چپروی شدیدی که پیدا کرد، بیشتر شعراش در خدمت اون اندیشه سیاسی خودش قرار گرفت و بعد هم در آخر عمر هم که رفت به کشورهای بلوک شرق و اونجا سرخورده تر شد و اینطور که میگن بسیار با ناکامی در واقع درگذشت. ولی به هر حال نمیشه انکار کرد که یکی از زیباترین قریه های شاعرانه رو داشته. ایشون در مورد بهار یه شعری داره، میگه یکی دو روز دیگر از پگاه، چو چشم باز میکنی زمانه زیر و رو زمینه پرنگار میشود، زمین شکاف میخورد، به دشت سبزه میزند، هر آنچه مانده بود زیر خاک جوان و شسته رفته آشکار می شود، به تاج کوه ز گرمی نگاه آفتاب بلور برف آب می شود، دهان دره ها پر از سرود چشم سار می شود، نسیم هرزه پو ز روی لاله های کوه کنار لانه های کبک فراز خارهای هفت رنگ نفس زنان و خسته می رسد، غریق موج کشتزار می شود، در آسمان گروه گله های ابر زهر کناره می رسد، به هر کرانه می دود، به روی جلگه ها غبار می شود، در این بهار آه چه یادها، چه حرف های ناتمام، دل پر آرزو چه شاخ پر شکوفه باردار می شود، نگار من، امید نو بهار من، لبی به خنده باز کن، ببین چگونه از گلی خزان باغ ما بهار می شود. بله، امیدوارم که خزان ملت ایران هم به بهار پیروزی و بهار پرگل و سنبالی تبدیل بشه. حتما اینطور خواهد. چون فرمودید که از زنده یاد سیمین بهبانی نقل کردید که شعر باید شعر ظریفه، نمیتونه لغات سنگین جنگ و جدل و این چیزا رو داشته باشه. در نسل جدید شعرهای ایرانی، و من بیشتر به شعرهای اشاره میکنم که در داخل ایران هستن، برای اینکه پرورده مستقیم اون نظام هستن، و اتفاقا غیر از اون دوستانی که نام بردیم و بیشتر شعر مقاومت دارن یا شعر سیاسی دارن، شعرهای دیگری پیدا شدن به ویژه در بین خانوم ها که آقای دکتر کریمی حکاک اسم اینا رو گذاشته دختران فروغ فرخزاد، یعنی میگه کسانی که میراثدار فروغ هستن. و به عنوان نمونه مثلا من از سروده خانم بیتا امیری میخوام یاد کنم که اینقدر این شعر ساده است و اینقدر دلنشینه و اینقدر صور خیال توش هست، برای اینکه وقتی شعر رو میخونید به نظر میرسه که یک خانومی است که با محبوبش جدایی پیدا شده و دیگه قرار نیست هم دیگه رو ببینن، و این خانم عمیقاً و شدیداً ناراحت از این موضوع، و یک بار در عالم خیال او رو برمیگردونه به خونه و باش گفتگو میکنه، و اینو به این نحو، به این خیلی ساده و خیلی روان و زیبا گفته، میگه در خیالات خودم در زیر بارانی که نیست، میرسم با تو به خانه از خیابانی که نیست، مینشینی روبرویم خستگی در میکنی، چای میریزم برایت توی فنجانی که نیست، باز میخندی و میپرسی که حالت بهتر است، باز میخندم که خیلی، گرچه میدانی که نیست، شعر میخوانم برایت، واژه ها گل میکنند، یاس و مریم میگذارم توی گلدانی که نیست،
چشم میدوزم به چشمت، میشود آیا کمی دستهایم را بگیری بین دستانی که نیست؟ وقت رفتن میشود، با بغض میگویم مرو، پشت پایت عشق میریزم در ایوانی که نیست. میروی و خانه لبریز از نبودت میشود، باز تنها میشوم با یاد مهمانی که نیست. رفته ای و بعد تو این کار هر روز من است، باور این که نباشی کار آسانی که نیست. به به، خب این کاملا وزن و قافیه و همه چیز داره، همه چیز داره و ساده، یک کلمه مشکلم توش نیست، ولی شما رو میبره، میبره دقیقا تصویر خیلی درستی میده از اون احساسی که درون شاعر بوده. خب ببینید، مثل موزیک و موسیقی زیرزمینی، من فکر میکنم شعرهای زیادی هستن که الان شعر میگوین اما چاپ نمیکنن و پخش نمیکنن. قطعا اینطوره، قطعا اینطوره. یا میترسن چاپ کنن یا امکانش رو بدن. بله میترسن چاپ کنن، برای اینکه همینطوری که میگید خب احساس بشر همیشه هست. بله. ولی خب فکر میکنن در شرایط فعلی الان عاشقانه سرودن واقعا یه چیز مسخره ای ممکنه به نظر برسه. این هستش که من میدونم که خیلی اشعار عاشقانه مینویسن ولی زیرزمینی هست و امیدوارم که روزی اینها چاپ بشه، یعنی موقعیتش پیش بیاد. نه، همینطور خواهد شد. اتفاقا یکی از دوستان بنده که شاید حالا اجازه نداشته باشم اسمشو ببرم و یکی از قوی ترین شعرهای کنونی ایران هست، دیوان اشعارشو که چاپ کرده در ایران، بنده اطلاع دارم بیش از نیمی از اشعارشو نیاورده در این کتاب، به خاطر اینکه به خاطر جوی که وجود داره و حتی در اشعاری هم که چاپ کرده بعضی از کلمات و عبارات رو عوض کرده. مثلا در یک جایی یا در یک شعری گفته که بی تو حتی خدا هم نمیخواهم، یه هم چیزی، ولی در اونجا مجبور شده بگه بی تو هیچ از خدا نمیخواهم، یعنی هیچ از خدا نمیخواهم، نه اینکه خدا رو نمیخواهم. به هر صورت امیدوارم که سال خوبی شخصا برای شما و همینطور برای همه هممیهنانمون در ایران باشه. سپاسگزارم از وقتی که دادید و حضورتون در این برنامه. خواهش می‌کنم، افتخار بنده بود. خب به پایان وقت برنامه امروز رسیدیم. امیدوارم که گفتگوی این هفته مورد توجه شما قرار گرفته باشه. با سپاس از شما که بیننده این برنامه بودید و همینطور کلیه همکارانم در این سو و آن سو، تا وقتی دیگر و دیداری دوباره، بدرود و بادرود.